Hello, my friends. Where the widow? در حالی که ویدیو داشت با کسالتی خاصی روبرو می شد، با یک تغییر بزرگ روبرو شدیم. نبرد تانک ها با یکی من رو زد و من هم تلافی کردم، البته کاتش کردم و توی ویدیو مشخص نیست. I will kill you. I will find you in a game. Hello, my friends. How are you? I'm fine, thank you. And you fine, thanks. سلام پویا، سمال، چطوری دوستای گل؟ حالتون چطوره؟ دوباره برگشتم با ضبط بازی نبرد تانکا. این ضبط قولی بود که توی قسمت قبلی داده بودم و قرار بر این شد که بتونیم توی این بازی دو کار رو انجام بدیم، یکی کوهنوردی، یکی استفاده از باک های بازی، که البته ترجیح دادم که ابتدا کوهنوردی رو انجام بدم و بعد از اون استفاده از باک، چون توی کانالم یه ویدیو درباره استفاده از باک ها قرار داده بودم و گفتم شاید تکراری باشه که دوباره، و اون ویدیویی که درباره باک ها ساختم یه ویدیو مخصوصه که کلی ادیت و افکت و آتاشقال و اینا بهش وصل کردم و همینجا پیشنهاد میدم که بعد از این ویدیو اون رو نگاه کنید و دست ندید. ولی بپردازیم به همین ویدیو. جریان از این قراره که بازیکنای این گیم قبلا فکر میکردن که فقط توی این بازی میشه کشتار کرد و دیگه nothing. There is nothing, only kill. Only killing each other. و در کمال ناباوری یک سری یوتیوبر اومدن رازهایی رو از این بازی افشا کردن، اینکه میشد از کوههای این بازی بالا رفت. منم از قضا یکی از این کلیپ ها رو دیدم خیلی وقت پیش و اومدم پیادش کردم، یه روم تشکیل دادم و کلی تمرین کردم تا این مسیر بالا رفتن رو خودم کشف کردم و بله ما خفنیم دیگه، این رو کشف کردم. اما در این میان میبینید که یک سری بازیکنان ناوارد هستن که مسیر رو نمیدونن و میمانند دیگه، میمانند و نمیتوانند. اینجا رو خواستم بالا برم ولی اونجا یه مانع بود و دیگه نمیشد. سر میخوریم و خب زدم به اون دوست پرتلاشمون و چرخیدم که اشتباهم رو جبران کرده باشم. منم شروع کردم هول دادنش مثل یک تانک ناتوان، دو تا تانک هولش دادن و در اینجا با یک فرشته‌ای که از جانب خداوند نازل شده بود و یک نشانه ای را آورد. این دوستمون اسمش آراکا 863، آراکا 863، اینطوری گفتم که مطمئنم خودش این ویدیو رو میبینه و اومد یه پیشنهاد داد، گفت که بیایید یه جای جدید من بلدم که میتونیم ازش بالا بریم. منم این رو نمیدونستم انصافاً و واقعیتش که نمیدونستم و فکر میکردم که فقط از همون کوه قبلی میشد تو این مپ بالا رفت و دنبالش رفتم و دیدم که بله میشه
از اینجا هم استفاده کرد و خیلی برام جالب بود و توی همین ضبط اولین بارم که بود که از این مسیر داشتم عبور میکردم. نمیدونستم کجا برم و دنبال اون دوستمون رو گرفتم و رفتم. همینطوری میرفتم که این سمت چپ رو دیدم، گفتم بله ای کاش بتونم از اینجا بالا برم و شاید پشت این کوه چیزی باشه که به یک مانع برخوردم و دیگه گیم از اون بیشتر ساپورت نمی کرد و دیگه یه مانع گذاشته بود. اینجا هم که رسیدم با یک ویو بسیار فوق‌العاده، یک ویوی که تا حالا ندیده بودم، فوق‌العاده بود. چند لحظه محو تماشا بودم و یه پرش کردم به سمت این خونه. این رفیقمونم اومد که پریده باشه رومون و این صحنه باشکوه رو از دست ندید، که اولین بار بود که این همچین چیزی رو میدیدم. در حالی که ویدیو داشت با کسالتی خاصی روبرو میشد، با یک تغییر بزرگ روبرو شدیم. نبرد تانک ها با کلیپ از راز بگا ترکیب شد. اینجا بود که دنبال دوست من را گرفتیم و لشکری از تانک های سنگین در حال نزدیک شدن به طعمه های خود بودند. برای هول دادن همگی بسیج شده بودند و یک لاین تشکیل دادند. این یک مکان زیبا بود، هزا مکان جدید دوند. واقعا باید از این ویو لذت برد. شاهد همکاری تانک های بسیاری هستیم، هرچند یک عده از دور دست در حال فیلم برداری و حرکات بی پشت دوست من را می گیریم و دنبالش می رویم. ببینیم ما را به کجا می رویم. در همین مسیر با دو سنگ آسمانی مقدس روبرو شدیم که در این مکان قرار گرفته بودند و با این ناآمدی بزرگ فهمیدیم که Hazel and Fizz here. There is an end of the climb in here. خیش درود خدا بر شما دوستان عزیز. صحنه که میبینید باورتون بشه که یک تانک فوق سنگین تونسته بود از اینجا بالا بیاد. واقعا پشمیریزون بود. کسایی که اهل این بازی هن میدونن که اینجور چیزی واقعا کمیابه. اومدم که بررسی کنم ببینم چطور چنین چیزی ممکن بوده و دیدم که بله، تعداد زیادی تانک سنگین داشتیم که نیروشون کافی بود برای هول دادن این قول پیکر به این بالا. و یه صحنه رو همین الان متوجه شدم، این که اون تانک کوچیک داشت اون تانک قول رو هول میداد، مثل این بود که یک مورچه یک فیل رو هول بده. و یک دوستی به ما اضافه شد که گفت بیایید دنبالم و ما رفتیم و دیدیم که یه جای جدیدم هست توی این بازی که میشد از اونجا بالا رفت و تمام تلاشمون رو کردیم و همینطور اضافه میشدیم. من حواسم به جلو بود تا اینکه یه لحظه کامرا رو چرخوندم و عقب رو تماشا کردم و با یک صحنه پشمریزان و فوق‌العاده تعریفی روبرو شدم. اینکه اگه دوباره بچرخونم متوجه خواهید شد که این یک هول دادن ساده نبود. این یک طوری هول می دادن که توی پیچ بود، یا اصطلاحا خیلی سخت می شد. یک لاین نبود، هم باید هول می دادن هم می پیچیدن که هر کدوم اگر خراب می کردن لاین پاره می شد. ولی به هر حال کار جالبی بود و دمشون گرم. و برگشتم با یه ایده جالب دیگه، این که از تانک های دیگه این بازی استفاده کرده باشم. اومدم از تانک T-49 استفاده کردم و اینجا رو یه قربانی گرفت این تانکمون
ولی به هر حال پیش رفتیم. این تانک ما که تانک سبک این بازیه، اگه بخوام مقایسش کنم نسبت به اون تانک M5 استوارت کمی ضعیف‌تر بود و توی این کلایمبی که باهاش داشتیم کاملا مشخص بود و اون قدرت اون تانک رو نداشت. همونطور که میبینید یک تانک LLTB در اون بالا بود که واقعا نسبت به این تانک خیلی بهتر عمل میکرد. البته ناگفته نماند در بعضی لحظات تانک اذیت میکرد و واقعا مشخص بود که به درد بالا رفتن این تانک نمیخوره. از شما چه پنهون توی این صحنه از بازی که میبینید؟ یکی من رو زد و من هم تلافی کردم، البته کاتش کردم و توی ویدیو مشخص نیست. اینجا پریدم پایین، شیرجه زدم و ویدیو رو کات کردم و چیزی که شما نمیبینید این بود که رفتم یک مبارزه جانانه تک نفره باش داشتم و یک درس زندگی بزرگ به اون دوستمون دادم. در اینجا تانک T95 رو میبینید که یک پوپ عظما بود و ناممکن بود و ناامید شدیم از اینکه بتونیم حولش بدیم و اصلا امکان نداشت که از جاش حتی تکون بخوره اون تانک T95. تانک دوم ترتل اصلا حتی تکون هم نمیخورد از سر جاش. از تانک M7 هم استفاده کردم که واقعا عالی بود و میشد که روش حساب کرد و البته مقدار کمی نسبت به M5 استوارت ضعیف‌تر، ولی آنچنان نبود که فرق بزرگی داشته باشند و در این لحظه یک تانکی رو هول دادیم که ناممکن بود و ناممکن رو ممکن کردیم با بالا بردن تانک E7. I will find you, bro. I will kill you. I will find you in a game. این یه پیام بود واسه اون کسی که بنده رو کشت و همونطور که میبینید کارما چیکارشون کرد؟ سوراخ سوراخشون کرد. به جون هم افتادن و مثل گرگ و کفتار همدیگر رو کشتن و همدیگر رو پاره پوره کردن و اینطور بود که با این صحنه دلخراش بازی به پایان رسید. Thank you.